سلام همگی، چطورید؟ و برگشتن من همراه شده با مهمترین خبرهای بازی فورتنایت در فصل هفتمون رو بهتون بگم. چیزای لو رفته که ما اصلا انتظارشو نداشتیم. از چپتر 3مون از فصل 8مون چیزای خیلی مهم و جالبی لو رفته که مثلا یکی از این چیزای مهم یه کنسرت لایو جدید مثل کنسرت مارشملو یا تراویس اسکات هستش که ما چنین چیزایی رو بعد از مدت‌ها می‌خواستیم ببینیم. تا معلوم شدن جای اومدن ویزیتور و کلاً 7 یا برگشتن کوین دکیو به داخل بازیمون که یه نفر قراره کوین دکیو رو در داخل بازی ما کنترل کنه و آیتم‌های مختلف و خیلی جالبی قراره به داخل بازی ما اضافه بشه که در مورد این موضوع و موضوعات مختلف مهم دیگه‌ای که جدیداً در موردشون خبر اومده رو در این ویدیو من برای شما بررسی می‌کنم. ولی قبلش یادتون نره که یه لایک بزرگ به ویدیو بدید و تازه با کانال آشنا شدید اون سابسکرایب رو حتما بزنید و جزء وایرو گنگ بشید به همراه زنگوله کنارش رو بدون هیچ مطلی دیگه. بریم ببینیم که در آینده بازی فورتنایت چه اتفاقات بزرگی قراره اتفاق بیفته. خب اولین موضوع رو با نزدیکترین برنامه آینده بازی فورتنایت شروع می‌کنم که مربوط میشه به اومدن آپدیت جدیدمون، یعنی آپدیت 1740 که آپدیت 1740 رو قراره همین سه‌شنبه یا فوقش چهارشنبه در داخل بازی دریافت کنیم که قراره چیزای خیلی جالبی رو فورتنایت باهاش به داخل بازی ما اضافه کنه، مثل تغییراتی در داخل مپ بازی فورتنایت که حالا من در ادامه ویدیو در مورد این تغییرات صحبت می‌کنم. ولی چیز خیلی جالبی که قراره در این آپدیت به داخل بازی ما اضافه بشه مربوط میشه به ویپن اسلات جدید که فورتنایت قراره این حالت و قابلیت رو به داخل بازی ما اضافه کنه که شما بتونید به صورت آماده اینونتوری خودتون رو توی بازی تغییر بدید. همونطوری که روی صفحه می‌بینید فورتنایت قراره این قابلیت رو توی بازی برای شما اضافه کنه که مثلا شما رایفلاتون همیشه در قسمت اولتون قرار بگیره یا شاتگاناتون در قسمت دوم و تفنگای دیگه مثل پیستول و SMG در قسمت سوم و هیلاتون در قسمت پنجم. به نظرم اینو فورتنایت باید خیلی وقت پیش اضافه میکرد ولی الانم اضافه قرار بکنه بد نیستش. نظرتون در مورد این تغییر خیلی خوب چیه؟ حتما توی کامنت ها بگید. و با این آپدیت جدید فورتنایت قراره باگ‌هایی که توی بازی دارن برای شما حل کنه. مثلا اسکین گریمی کلا ریاکتیو الان نیستش و فورتنایت قراره حالت ریاکتیوشو در داخل بازی درست کنه. وایس چتتون توی بازی برای بچه‌هایی که با کنترلر بازی میکنن مشکل داره که فورتنایت گفته این مشکل رو حل میکنه. اپیک چستا در بخش آرنا تفنگ به شما نمیدن. بعدش توی بخش آرنا شما زمانی که میخواین دیتیل تورنمنت خودتون رو ببینید با کنترلر نمیتونید این کارو انجام بدید و فورتنایت گفته همه اینا رو توی آپدیت جدید حل میکنه که امیدوارم چنین چیزی هم بشه. برسیم کم کم به موضوعات خیلی مهممون در مورد فصل 8 بازی فورتنایت و کنسرتمون و چپتر 3 بازی فورتنایت که من اصلا فکرشو نمیکردم همین الان ما از چپتر 3 خودمون اطلاعات جدیدی رو دریافت کنیم. و به نظر میاد که این لیکا واقعا درست هستش و کلا کلاه گذاشتن سر بازیکنان نیستش و شینا بیار هم در موردش صحبت کرد و خبرهای خیلی خوبی هستش که یکی یکی برای شما اینا رو بررسی میکنم که کلا مغز همه بازیکنان بازی فورتنایت رو منفجر میکنه. این لیکا حالا میپرسید که از کجا اومده؟ از ردیت فورتنایت لیکس اومده که توی این ردیت فورتنایت لیکس یه نفر اومده اینا رو گذاشته که معلوم نیست تستر بازی فورتنایت بوده، یعنی کسی که بازی رو تست میکنه قبل اینکه چیزهای مختلف به داخل بازی اصلی اضافه بشه یا پدرش داشته توی اپیک گیمز کار میکرده. اولین موضوعی که شما قراره توی بازی در ماهای آینده یا در خیلی آینده زودتر در داخل بازی ببینید یک کنسرت لایف هستش که کنسرت آریانا گرانده هستش که فورتنایت داره این کنسرت رو در داخل بازی تست میکنه. بله بچه‌ها، فورتنایت میخواد یک کنسرت لایف دیگر رو بعد از مدت‌ها به داخل بازی ما بیاره که واقعا از این بهتر نمیشه. ما خیلی وقته که بعد از تراویس اسکات هیچ کنسرتی رو نداشتیم به صورت به این اندازه بزرگ و قرار لایو هم باشه، یعنی حالتایی که توی مپ قرار باشه تغییر پیدا میکنه با این کنسرت لایو و فکر کنم کلا سرورهای بازی فورتنایت منفجر بشن دیگه. آریانا گرانده نیاز به کلا تعریف کردن نداره، یکی از خواننده‌های مشهور پاپ هستش و اسکینش هم فکر کنم همون موقع به داخل بازی ما اضافه بشه. زمانی که کنسرت به داخل بازی فورتنایت میاد کنسرت واقعا عالی خواهد بود و فورتنایت واقعا کنسرتاشو بهتر هم میکنه. بهتون همینجا بگم که کنسرتش قراره از تراویس اسکات هم بهتر باشه چون فورتنایت با هر کنسرتی که تجربه میکنه بازی خودشو خیلی بهتر هم میکنه. نظرتون در مورد کنسرت آریانا گرانده چیه؟ حتما توی کامنت ها بگید. و برسیم به چیز بعدی که قراره به داخل بازی ما اضافه بشه، قرار کاراکتر و اسکینای مربوط به جاستیس لیگ و سوساید اسکواد به داخل بازی فورتنایت اضافه بشه که کلا اپیک گیمز داره با سازنده های اینا صحبت میکنه و اسکیناشون رو به داخل بازی ما اضافه کنه که یکی از این اسکینای مشهور بتمن هول لفظ هستش، یعنی بتمنی که میخنده که من اینو چندین وقت پیش در کلا تامنیل های خودم به نمایش درآوردم که میتونید روی صفحه ببینید. من زمانی که هیچ کس در موردش صحبت نکرده بود برای شما اینا رو به نمایش درآورده بودم که اسکین واقعا ترسناک به نظر میاد و کلا بیشتر شبیه جوکر تا بتمن. برسیم به چیز بعدی که فکر کنم طرف
طرفدارای ناروتو واقعا خوشحال بشن که فورتنایت داره روی آوردن ناروتو در فصل 8 بازی فورتنایت کار میکنه، یعنی بتل پس فصل 8 مون قرار ناروتو رو داشته باشه به احتمال خیلی زیاد و قرار اکسپلوسیو کنای هم در داخل بازی داشته باشیم که اونم در فصل 8 مون اضافه بشه. برسیم به خبرهای خیلی خیلی مهم در مورد فصل 7 و چپتر 3 بازی فورتنایت که کوین دی کیوب مثل اینکه آخر میخواد به داخل بازی ما برگرده و یک کنترل کننده هم داره که اینجاش برای من خیلی جالب هستش. به نظر میاد که در آخرهای فصل 7 مون که همین فصل باشه قرار کوین دی کیوب به داخل بازی ما برگرده و قرار توسط یک ملکه در داخل بازی کنترل بشه که یک نقش واقعا اساسی در چپتر 3 ما قرار داشته باشه. ما نمیدونیم ملکه کی هستش و کلا کی قرار این کوین دی کیوب رو در داخل بازی ما کنترل کنه، چون ما شخصیتی به نام ملکه نداریم، یه دونه ملکه یخی داریم و فکر نکنم غیر از اون ملکه دیگه ای رو داشته باشیم. شاید ممکنه ملکه این 7 باشه که کوین دی کیوب رو کنترل میکنن، هیچ کس فعلا نمیدونه. قرار چپتر 3 مون کلا مپمون ریدیزاین بشه که دیگه اینو فکر کنم همتون بدونید فورتنایت با هر چپتر یک مپ جدیدی رو به داخل بازی ما اضافه میکنه. من فکر کنم دوباره حداقل ما 2 روز کلا بازیمون بسته بشه سروراش. قراره در چپتر 3 که بهتون بگم این خبر خیلی خیلی مهمه، قراره در چپتر 3 ما جای 7 آخر معلوم بشه. 7 از کدوم سیاره میاد، 7 از کدوم زمان مختلف میاد، یا از یک جهان موازی دیگه میاد؟ حتما نظرتون رو در این مورد بگید. من که خیلی دوست دارم بدونم چه جهانی هستن که گروه 7 داره ازش به داخل مپ بازی فورتنایت میاد. و برسیم به چیزی که قراره در فصل 8 مون به داخل بازی ما بیاد به نام ساید ویس، که اگر کلا استرنجر تینگز رو دیده باشید مانستر و هیولا ازشون در داخل مپ ما اسپام میکنن که فکر کنم چیز خیلی جالبی باشه. و زمانی که هیولا بیان مثل اینکه ما میتونیم هیولا رو در داخل بازی کلا سواری بگیریم ازشون و چیزای شبیه مکم بیاد به داخل مپ ما. من امیدوارم مکای شبیه مکای چپتر 1 مون نباشه. مک چپتر 1 واقعا دیگه همه بازیکن‌ها رو دیگه راحت بگم پدر بازیکن‌ها رو در آورد. نظرتون در مورد این لیکا چی هستش؟ به نظرتون چیزای خوبی هستش که قراره به داخل بازی ما اضافه بشه یا نه؟ و میپرسید که سینا قراره واقعا همه اینا به داخل بازی ما اضافه بشه یا اینکه ممکنه اینا همش الکی باشه در موردش الکی صحبت بشه؟ که بهتون بگم به نظر میاد که اینا راست باشن، چون شینا بیار گفته که یک ویدیو دریافت کرده که این ویدیو روی iOS ضبط شده و به نظر میاد که واقعا واقعی هستش و قراره در آینده اینا رو در داخل بازی دریافت کنیم، که بازم حالا یکم احتمال اومدنشون رو مثلا شما 90% بگیرید بعد از رفتن این فاوندیشن به داخل دریا. فقط میخوایم بدونیم که این سرنوشت 7 در داخل مپ ما چی میشه. فاوندیشن رو که میتونید روی صفحه ببینید واقعا زمانی که از این انرژی نقطه 0 به زور بیرون رفت کلا چراغ صورتش خاموش شده بود و ماسکش خاموش شده بود، معلوم نیست که زنده هستش یا نه. حرف از اسکین زدم، در مورد یک اسکین خیلی جالبم صحبت کنم که شما دیگه ونوم رو میدونید که به داخل بازی ما اضافه شده و اسکین واقعا مشهوری بود در داخل بازی فورتنایت و قراره دشمن ونوم هم به داخل بازی ما اضافه بشه که کارنیج هستش. فکر کنم همتون دیگه کارنیج رو بشناسید، یه چیزی شبیه ونوم ولی خیلی پلیدتر از ونوم هستش و دلیل اضافه شدنش به داخل بازی هم مربوط میشه به اومدن فیلم جدید ونوم در ماه سپتامبر. حالا چند ماهی مونده که به ماه سپتامبر ما برسیم، میتونید شخصیتش رو روی صفحه ببینید، خیلی نشون میده که عصبانی تر از ونوم هستش. و شما دوست دارید که سین کارنیج رو توی بازی ببینید یا نه؟ حتما توی کامنت ها بگید. و واقعا چیزایی که قراره به داخل بازی ما اضافه بشن عالی هستن و بعد از مدت ها که من ویدیو گذاشتم واقعا با خبرهای خیلی خوبی زیادی برگشتم و در روزهای آینده هم پشت سر هم ویدیو خواهیم داشت دیگه. بهتون قول میدم فردا هم ویدیو داریم، پس فردا ویدیو داریم و روزهای آینده قراره ویدیو داشته باشیم. و بیایم حالا در مورد آینده خیلی دور بازی فورتنایت یکم فاصله بگیریم و برسیم به آینده خیلی نزدیکتر که فورتنایت قراره مپمون رو دوباره تغییر بده و این آدم فضایی ها مثل اینکه به دنبال سوغاتی هستن، یعنی قراره از مپ ما سوغاتی بردارن و ببرن با خودشون به کلا سیاره خودشون. و یکی از این جاهایی که قراره ببرن مربوط میشه به کورال کسل، که من اصلا اهمیتی نمیدم، خیلی برای ما مهم نیست کورال کسل. میتونید برداشته شدنشون رو از روی زمین ببینید که آدم فضایی ها قراره همینجوری جمع کنن و با خودشون ببرن. سفینه شون هم انقدر بزرگه که راحت میتونن تمام جاهای فورتنایت رو توی خودشون جا بدن. و کومار اومده این تغییر جاهای مختلف روی صفحه به نمایش درآورده که میتونید ببینید. کم کم فورتنایت اینا رو مثل اینکه قراره برداره و کلا آدم فضایی ها بیان کم کم جاهای مختلف مپ بازی فورتنایت رو با خودشون بردارن و ببرن. یعنی هر چند وقت یه بار این سفینه روی قسمت های مختلف ما قرار میگیره و یه قسمت هایی رو ازشون میکنه و در داخل خودشون قرار میده. و میپرسید که سینا زمانی که کورال کسل بره باید اونجا رو دریا بپوشونه مگر نه؟ ما کلا باید یک جای خیلی عجیب غریب داشته باشیم؟ که بله بچه ها، قراره اونجا به شدت تغییر کنه و فکر نکنید که اونجا رو دریا میپوشونه. به گفته کومار قراره اونجا رو کلا رودخونه و کلا آبای تمامتر بپوشونه و اون قسمت
قسمتایی که وجود داره قرار از زیر آب بیام بیرون و دریای اونجا کاملا از بین بره، که خیلی به نظر من تغییر جالبی هستش. همین جا نیست که فورتنایت قرار تغییر بده و در داخل بازیمون هالی هجز که الان هالی هچری هستش داره به شدت تغییر پیدا میکنه و یه جورایی حالت فضایی پیدا میکنه که میتونید روی صفحه ببینید، و یک انیمیشن خیلی جالبی هم کومار ازش درست کرده که حالت سه‌بعدی هستش که روی صفحه میتونید ببینید کلا چیزای مختلف بنفش بشن در داخلش و حالت فضایی پیدا کنن. این آدم فضایی ها معلوم نیست که هدفشون از این کار چی هستش، شاید میخوان هالی هچری رو با خودشون بردارن و ببرن. خب بچه‌ها، اینم بود از موضوعات جدید بازی فورتنایت که بعد از مدت ها من ویدیو گذاشتم و میدونم خیلیاتون توی کامنت ها گفته بودید که سینا کجا رفتی، هیچ خبری ازت نبود که دیگه برگشتم. و مرسی که تا اینجا این ویدیو با من همراه بودید و این ویدیو رو تماشا کردید. لایک و سابو فراموش نکنید که حتما بزنید و همتون عشقید. من سینا ایرو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.